با سلام خدمت همراهان کانال نیوز اسپرت ایران امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید اخراج دو هفتهی آل کسیر از سپاهان یکی از نکات عجیب پس از اعلام فهرست سپاهان پیش از مساف با استقلال خوزستان قیبت ایسی آلکسیر بود این در حالی بود که مورایس با اتخاذ تصمیمی شو که کننده از ملی پوشانش در ترکیب اصلی مساف با استقلال خوزستان استفاده نکرده بود و در روزی که رامین رضاییان، محمد جواد حسین نژاد و رضا اسدی به شدت جای خالیشان در فاز تهاجمی سپاهان احساس میشد، خبری از ایسی آلکسیر هم نبود. این موضوع کنجکاوی اهالی فوتبال و به ویژه رسانه ها را به همراه داشت و آنها به دنبال دلیل خط خوردن ایسی آلکسیر از فهرست تیم بودند. اما سپاهان باشگاهی بسته به شمار می رود که خبرها و به ویژه خبرهای منفی از دیوارهای آن به ندرت عبور می کند و اگر اتفاق مشابه این روزها در استقلال و پرسپولیس رخ داده بود خیلی زود همه در جریان چند و چون و جزئیات ماجرا قرار می گرفتند. به همین دلیل ماجرای قهر و به مورایس از بازی سپاهان و پرسپولیس تا دیدار استقلال خوزستان و سپاهان در اهواز مخفی ماند و پس از اعلام فهرست این مسابقه بود که رسانه های مختلف به آن پرداختند. اما ابعاد جدیدتر ماجرا این که ایسی آلکسیر به همین دلیل پس از دیدار برابر پرسپولیس از تمرینات گروهی دور بوده و به صورت انفرادی کارش را دنبال کرده تا آخرین تصویری که از این مهاجم جنوبی با پیراهن زرد سپاهان ثبت شده ناراحتی مفرتش در رختکن پس از بازی برابر پرسپولیس و بیقراری خاص او به خاطر بازی نکردن باشد. روزه مورایی سرمربی پرتغالی سرشناس سپاهانی ها در دوران بلند حرفهای خود در رختکن باشگاه های درجه اول دنیا نظیر ریال مادرید، چلسی و اینتر میلان حضور داشته و با تعدادی از پرآوازه ترین ستاره های دنیا از کریستیانو رونالدو گرفته تا جانتری، لامپارد، خاویر زانتی، زلاتان ابراهیموویچ و کار کرده و مربیایی نیست که احتمالا از این مسئله جا خورده باشه بنابراین بلافاصله پس از واکنش ایسی به نیمکت نشینی پس از بازی پرسپولیس که البته هنوز هم مشخص نیست که دقیقا چگونه و به چه صورت ابراز شده مجوز حضور او را در تمرینات لغو کرده و این مهاجم به صورت انفرادی تمرین میکنه وقتی در این مورد با مدیران سپاهان تماس گرفتیم حاضر نشدند کوچکترین اطلاعاتی در این زمینه بدهند اما در نهایت یکی از آنها اینطور به این موضوع واکنش نشون داد مسائلی وجود داشته اما قرار است با برگزاری یک جلسه سو تفاهم ایجاد شده میان مورایس و ایسی آلکسیر حل شود ایسی آلکسیر که در هفته های پایانی فصل گذشته حسابی به کار سرخپوشان پایتخت آمد در فصل جدید به دلیل مشکلات مربوط به سقف قرار داد و همینطور مسائل هاشی تحت تأثیر سایر مهره های حجومی و اسم و رسمدار طلایی پوشان اسفهانی قرار گرفته ولی در همین حین به خوبی توانسته توانایی های خود را در بازی دوستانه برابر زنیت دیدار برابر صنعت نفت و حضور چند دقیقی برابر آلمالیق و ثبت دومین دبل با پیراهن سپاهان نشان بدهد تا سپاهانی ها همچنان برای حفظ او تمام تلاششان را به کار بگیرند. حسن دیگری که حضور در اردوی سپاهان داشته خل اصلاح کردن پرسپولیس در بخش حجومی بوده و بیشک مهمترین دقدقه یهی گل محمدی در فصل جدید داشتن مهاجم تمام کننده و زهرداری مثل ایسی آلکسیر به شمار می رود. با تمام اینها اما مورایس نشان داده با بازی کنی که طبق اصول و چارچوب تیمی او رفتار نکند، سرسازگاری نداره. حالا باید منتظر ماند و دید که با توجه به در نظر گرفتن تمام موارد اشاره شده در بالا، مورایس چه تصمیمی درباره مهاجم سرکش تیمش خواهد گرفت. و چطور این مسئله درون خانوادگی را حل خواهد کرد؟